دوستان، علی مقدم هستم از کانال گیتار ایرانی. خوشحالم که باید دیگه در خدمتتون هستم. همونجور که دیدید امروز قصد دارم ملودی، آکورد و ریتم ترانه زیبای دل دیوانه رو بهتون آموزش بدم. خب قبل از اینکه وارد آموزش این آهنگ بشیم میخواستم یه نکته رو بهتون بگم و اون اینی که روزانه باور کنید خیلی پیام های زیادی از شما میگیرم و ازم میخواهید که فلان آهنگ رو مثلا آموزش بدم. مثلا آهنگی بهت قول میدم محسن یگانه رو آموزش بدم یا خیلی آهنگای دیگه که حالا اسم نمیبرم دونه دونه، در صورتی که اینا رو من قبلا آموزش دادم. خیلی از اینا رو، حالا همش رو نه ولی خیلی هاشون رو آموزش دادم. متاسفانه فکر کنم خیلی از دوستانی که این پیام ها رو میدن نمیرن و توی کانال ویدیوهای دیگر رو نمیبینن. برای اینکه ویدیوهای من رو ببینید وارد کانال گیتار ایرانی در یوتیوب بشین و موقعی که کانال بالا اومد در قسمت ویدیوها میتونید همه ویدیوها رو ببینید. تو اونجا خیلی ویدیوهای آموزشی مختلفی رو براتون گذاشتم، حتی یه سری اجراها هستن، آموزش جلسات مختلف و حتی آموزش آهنگ ها که میتونید اونجا این ویدیوها رو ببینید. امیدوارم که براتون مفید باشه. اگر از کانالم راضی هستین خیلی خوشحال میشم که اون رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید لطفاً این کار رو انجام بدید تا اگر من ویدئویی رو آپلود میکنم براتون پیامش بیاد. ببینید آکوردهایی که تو این ترانه استفاده میکنیم به خاطر اینکه براتون راحت تر باشه، من گام این آهنگ رو آوردم توی سردسته و توی سردسته اجرا میکنیم و آکوردهایی که داریم آکورد لای مینور هست، آکورد می ماژور، فا ماژور و ر مینور. همین چهار تا آکورد. با این چهار تا آکورد میتونید شما راحت این آهنگ رو خیلی خوب و تمیز اجراش کنید. حالا بهتون میگم که به چه صورت انجام میشه. ببینید ریتمی که ما توی این کار استفاده میکنیم ریتم 4/4 هست و حتما تو اون آهنگ هایی که ریتم 4/4 رو ما لازم داشتیم قبلا آموزشش رو دادم، ولی یک بار دیگه من اینجا بهتون نشون میدم که به چه صورت نواخته میشه. ریتم 4/4 از 8 تا ضرب تشکیل شده. یعنی این 4/4ی که من بهتون میگم یه 4/4 خیلی راحتیه که ضربا به ترتیب از بالا به پایین و پایین بالا نواخته میشن. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8. این 8 تا ضربمون اگه بخوایم پشت سر هم بنوازید میشه همونجوری که دیدیم. حالا یادتون باشه که پنجمین ضرب ما آپاگادو هست که به این صورت نواخته میشه. میکشیم و خفه میکنیم سیم ها رو. میتونید اینجوری هم دستتون رو بزنید، حتما لازم نیست که بکشید و اینجوری بزنید. میتونید اینجوری هم بذارید، میتونید اینجوری بذارید، هر جوری که فکر میکنید میتونید بهتر انجام بدید و صدای خوبی رو از گیتار در بیارید. یعنی اگه من بخوام این ریتم رو انجام بدم میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. دقت بکنید 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. دیدید اینجا رو بدون آپوگادو دادن، بدون آپوگادو هم میشه. فقط یادتون باشه ضرب اولتون رو یه مقدار قوی تر بزنید و روی سیم های بیس بزنید، بقیه پایین بالا ها رو میتونید روی سیم های پایین تر انجام بدید که ریتمتون شکل قشنگ تری بگیره. مثلا اگه من دستان میذارم روی آکورد که بهتر متوجه بشید، ببینید به این صورت. آکوردامون مثلا عوض کنیم میشه خب ببینید ملودی این کار به چه صورت نواخته میشه. ملودی کار به این صورتی که قبل از اینکه خواننده شروع کنه به خوندن یه ملودی ساده نواخته میشه که به این صورته. خواننده شروع میکنه به خوندن
من این رو با تبلشر براتون آماده کردم که شما میتونید این رو با تبلشر خیلی راحت متوجه بشید که در کدوم فرت ها نواخته میشه. قسمت اول ملودی از فرت سوم سیم دو شروع میشه که با انگشت سومتون میتونید اینو بگیرید. نوت ره هست که بعدش میشه میایم سیم پایین رو آزاد، یعنی سیم یک رو آزاد میزنیم، بعد فرت یک و بعد دوباره آزاد و برمیگردیم دوباره به فرت سه سیم دو. به این صورت دقت بکنید، یعنی سه صفر یک صفر سه قسمت اولشه، اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم به جمله جمله خیلی کار راحت تر انجام میشه. میشه با 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 بام با 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 بام با 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 بام بام بام، اینجوری خیلی راحت تر میتونید یاد بگیرید. پس یعنی جمله اولمون میشه با 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 بام، یعنی سه صفر یک صفر سه یک سیم دوم صفر سیم دوم. حالا دو قسمت بعدی دوباره همین زمان بندی و تایمینگ رو داره، موتار روی فرتای دیگه. حالا روی سیم دوم شروع میشه صفر یک سه دوباره یک صفر، بعد میایم سیم بالا فرت دو و فرت یک میشه. من میام نزدیکتر که بهتر بتونید ببینید. دوباره قسمت اول و دوم رو با هم میزنم با سرعت کم. دیدید؟ همش روی سه تا سیم پایین بود. یعنی خب حالا میرسیم به قسمت بعدی که دوباره از سیم سوم فرت یک و دو شروع میشه. بعد میرسیم پایین، میبینید به همین راحتی. اینجا میاییم به سیم چهارم فرد سه و دو میشه. اینجا یه مکسی هم داره که به خاطر اینکه روی ریتم بخواید سوار بشه حتما باید این مکس رو دقت بکنید. میبینید باید این کار رو انجام بدید که ریتمتون خوب در بیاد. بعد میمونه یه قسمت دیگه، به همین راحتی. یعنی صفر یک صفر سیم دوم، یک سیم سه، بعد در ادامه حالا اگه بخوام کلش رو براتون بزنم میشه آکورد می ماژور که تموم کننده این ملودی هست. حالا میتونید شما در ادامه ملودی که خواننده میخونه هم بنوازید که به این صورته. من دیگه این رو بهتون نمیگم چون واقعا میکنم لازم نباشه که این رو بنوازید. شما بعد از اینکه ملودی رو زدید میتونید خودتون شروع کنید به خوندن به این صورت. همین ملودی رو میتونید با آکورد می ماژور تموم کنید. بعد با همین ریتمی که بهتون گفتم و
و شروع کنید به خوندن. حالا خوندنش به چه صورت انجام میشه؟ من آکوردها رو براتون می‌نویسم در پایین ویدیو با شعر که بتونید این کار رو انجام بدید. خب پس برای اجرای کامل آهنگ یه ملودی رو میزنم و بعد شروع میکنم به خوندن آهنگ همراه با آکوردها. امیدوارم که با دقت ویدیو رو ببینید و بتونید این کار رو درست و با دقت انجام بدید. توی اجرای یه ترانه و یک موزیک شما میتونید اون رو هر جایی از گیتار اجرا بکنید و حتما این نیست که مثلا این آکورد لای مینور رو من رو بهتون گفتم این کار حتما باید توی اجرا بشه. و روزانه خیلی پیام از شما میگیرم و زیر ویدیوها کامنت میذارن خیلی از دوستان که آقا مثلا این آکورد کاملا اشتباه است، اینجا نیست. خب ببینید از دید شما شاید اشتباه باشه، در واقع اشتباه نیست، من دارم یک جای دیگه این ترانه رو اجرا میکنم. مثلا همین ترانه رو که الان من بهتون گفتم اگه دقت بکنید اینجا رو توی گام در واقع لای مینور تو سردسته دارم اجراش میکنم، میشه خب این رو من اینو اجرا کردم اینجا، این موقع خوندم میشه با تو رفتم بی تو باز آمدم. خب این رو شما میتونید هر جای دیگه اجرا کنید، مثلا همین شکل رو ببینید، فرض کنید که کاپو زدید، کاپو دیگه میدونید چیه، فرت چه میدونم پنجم مثلا. خب اگر شکل لاین رو انجام بدید پس اینجا میشه این کار اجرا کرد. البته خوندنتون فرق میکنه، میشه این مقدار صداتون نازکتر یا کلوفتر میشه. با تو رفتم بی تو باز آمدم. حالا اگر کاپو رو برداریم چی میشه؟ خب بعضیه که ملودی رو نمیتونم بدون کاپو بنوازم، خب میتونم کاپو استفاده کنم، ولی خب اگه حرفه‌ای تر باشین یه مقدار میتونید این اسکیل رو همین پوزیشن رو انتقال بدید بدون اینکه کاپو بگیرید اینجا، یعنی بدون اینکه کاپو بذارید با دستتون این کار رو انجام بدید. شروع میکنم همون ملودی رو به همون شکل اینجا مینوازم. اینجا اجرا کرد یا اصلا هر جا یه اینجا مثلا. اینجا پس اینی که من دارم این ترانه رو توی جای خاصی آموزش میدنم حتما هدفم اینه که بر اساس اون درسایی که میدم پیش برم. خب ممکنه این کار رو مثلا ویگن توی یک گام دیگه اجرا کرده، حالا من حضور ذهن ندارم توی چه آکوردی اجرا کرده، یا خواننده احمد ظاهر مثلا توی یک گام دیگه اجرا کرده باشه. من به خاطر اینکه این آکوردها رو تا الان آکوردهای سردسته رو بهتون گفتم و هنوز به بحث در واقع بحث آکوردهای
باردار رو تازه شروع کردیم، همش دیگه سعی میکنم که آکوردهای باردار زیاد این کار رو انجام ندم که یه مقدار کار برای هنرجوها راحت تر باشه. و اینی که آهنگی رو یه جای خاصی آموزش میدم وحی منزل نیست و میشه هر کاری رو توی آکوردهای مختلفی انجام داد. زنده باشید، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم کانال گیتار ایرانی رو به دوستانتون معرفی کنید. این کار برای اینکه من بتونم این کار رو انجام بدم خیلی مهمه و اگر از ویدیوام راضی هستید و واقعا میخواهید که من براتون مجددا از این ویدیوها بسازم، لطفا این کانال رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و سابسکرایب کنید که من بتونم همچنان با قدرت این کار رو انجام بدم و ادامه بدم براتون.